لوی ملي ائتلاف غړي وایي په ټاکنو کې د حکومت د مداخلو د دوام په صورت کې د وی به طرفه ادارې رامنځته کولو ته اړتیا ده. د لوی ملي ائتلاف غړي وایي چې حکومت او بهرنیان له شفافو انتخاباتو ویره لري او که په انتخاباتو کې د حکومت مداخله همداسې دوام لري د ولسي جرګې او ولسمشر ټاکنو د مدیریت لپاره بیا د وی به طرفه ادارې د رامنځته کولو اړتیا لیدل کېږي. خود لوی ملي ائتلاف غړي بیا له اوسنی وضعیت څخه د وتلو لپاره د بون کانفرنس او نوي لوی جرګې له لارې د موقت ادارې د رامنځته کولو غوښتنه هم کوي. بحث دا ده چې په اوسنی وضعیت کې تر کومه بریده دغه سې یو وړاندیز د عملي کېدو وړ ده. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. په نن کې په انتخاباتي بحران غږیږو چې پر موضوع برا سره دوه قدرمن میلمانه باسو کې د افغانستان د خلکو محور ویان او د لوی ملي ائتلاف غړی محمد عارف کیانی او د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی ستړي مشه کینس په باسه تاسو خپل کوم څړول مو دغه وړاندیز وکړ چې د ټاکنو د مدیریت لپاره یو به طرف اداره رامنځته شي. به نام خداوند، سلام خدمت مددزی و جناب شما بینندگان عزیز کابل نیوز. در امر برگزاری انتخابات چهار مسئله قابل تحلیل و تعامل است. آنچه که به ما حائز اهمیت است برگزاری انتخابات از رهگذر قانونی و حقوقی است. با تاسف بنیادهای که گذاشته شده در امر برگزاری انتخابات بنیادها کاملا غیر قانونی، بنیادها کاملا فاقد مشروعیت و قانونیت است. در سال 1394 ما موجودیت کمیسیون انتخابات آمدن چیزی را ایجاد کردن، فرمان تقنینی را صادر کردن که فرمان تقنینی کاملا مغایر با ماده 100 با ماده 90 قانون اساسی، 191 قانون اساسی و 109 قانون اساسی بود. از طرف دیگه با علارغم همه چالش هایی که در آن زمان خودشان خلق کرده بودند، آمدن به شکل یک جانبه کمیشنرهای کمیسیون های انتخاباتی را، دو تیمی که متهم به تقلب های انتخاباتی به کدوت های انتخاباتی 1393 بودند، انتخاب کردند. در کنار از باز هم اکتفا نکردند، آمدن به شکل سیستماتیک همان بدنی عملیاتی کمیسیون های انتخاباتی که در گذشته در کدوت ها متهم بودند، آنها را به پوسایشان ابقا کردند. باز هم به این هم اکتفا نکردن، آمدن در امر تدارکات فساد خلق کردن. به این هم اکتفا نکردن، آمدن دیگه کسایی که مورهای سیاهی که در از چشمانداز از اوها میتوانید منافعشان در امر برگزاری انتخابات در کودتا انتخاباتی کمک کند، آنها را در بدنی اصلی کمیسیون انتخاباتی نصب کردن. به هر حال ما دیدیم بدون از اینکه بتونند در کنار از اینکه کمیشنرها را به شکل یک جانبه انتصاب کردند، در کنار از اینکه در امر تدارکات فساد خلق کردند، در کنار اینکه رژیم مافیایی و فراقانونی کابلباند مافیایی متلاشی شده ارگ، در کنار اینکه کارهای دیگی در امر عدم برگزاری انتخابات انجام دادند، سه سال خلاف قوانین ماده 61 قانون اساسی افغانستان انتخابات پارلمانی را تاخیر انداختند، خلاف موازین حقوقی می باید در سال 1397 ما شاهد برگزاری همزمان 4 انتخابات می بودیم: انتخابات پارلمانی، انتخابات شورای ولسوالی‌ها، انتخابات شورای ولایتی و انتخابات ریاست جمهوری. این کار را نکردند. اوس خود درست است، دغه ستونزه یا مشکلات شته دي، په دې باندې ډېر انتقادونه هم شوي دي. اوس چې دغه وړاندیز د لوی ملي ائتلاف لخوا شوی دی د انتخاباتو د بحران د مدیریت لپاره یوه به طرفه اداره، د انتخابات به ما و به مردم، به مردم افغانستان از اهمیت ویژه‌ای در این بره برخوردار است. مطمئنا انتخابات اگر این بار بستر برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از منفذهای دموکراتیک مساعد نشود، نمیتوان که شما سلامت انتخابات در آینده در کوتاه تضمین کرد. روی این دلیل ما تاکید کردیم بر اینکه اگر باند مافیایی متلاشی شده کابل به همین سازوکارها بخواهد انتخابات برگزار کند که تقلب مشهود است، بیشتر از 5 میلیون
همچون برچسب استیکر به شکل غیر قانونی با حلقات مشخص با برنامه ها و سناریوهای های مشخص توزیع شده، کمیشنرها کاملا سرسپرده و به باند مافیایی متلاشی شده ارگ هستند، عملا سرباند مافیایی متلاشی شده ارگ در امر برگزاری انتخابات، در امر عزل و نصب کمیشنرها، رئیس دبیرخانه، رئیس کمیسیون انتخابات تشبث میکند، عملا با دستورهای فراقانونی تمام فرامین انتخاباتی معلق شده است. ما گفتیم وقتی که در این چنین یک وضعیت قرار داریم و رژیم فراقانونی کابل به هیچ یک از خواسته های ما پاسخ مثبت نداد، ما پیشنهاد کردیم که برای تضمین شفافیت جایگاه اعضای ائتلاف های جریان‌های سیاسی در امر نظارت از برگزاری انتخابات شما تعریف کنین، تعریف نکردن. ما گفتیم بیایم در روز برگزاری انتخابات برای از اینکه از تقلب جلوگیری کنیم شما سیستم بایومتریک در روز انتخابات در مقام عمل پیاده کنید، نکردن. ما گفتیم بیایم شما با کمیسیونی که خودتان به نام کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ساختین به موتر و برنامه از اینا که به عوض سیستم انتوی سیستم MDR پیشنهاد کرده، بیاین به همین حداقل لبک بگیم به این نگفتن و به هیچ یک از خواسته‌های ما در امر برگزاری انتخابات، در امر برگزاری یک انتخابات سالم پاسخ مثبت ندادن. روی این دلیل ما متوجه شدیم که اینا با مهندسی انتخابات اصرار میکنند قد یگانه فاکتوری که اینا میتواند متضمن خواستهایشان باشد کودتای انتخاباتی مجدد مانند 1393 است. روی این دلیل ما گفتیم که اگر در کنار از اینکه ما گزینه‌های دیگه هم پیشنهاد کردیم و داریم، گزینه یکی از گزینه‌ها ایجاد یک حکومت موقت به منظور برگزاری انتخابات شفاف و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از این باند مافیایی متلاشی شده ارگ به یک حکومت قانونمند است. دغه یو باسته د انتخاباتي بحران د مدیریت لپاره تاسو وای چې به طرفه اداره رامنځته شي، نه تاسو د کمیسیون بدیل بولی یا دا چې د حکومت په ځای و به طرفه اداره رامنځته شي؟ تاسو هدف لدی به طرفه اداره څه خصه؟ با تاسف که فعلا کمیسیون های انتخاباتي عالی دست حکومت هستند، ابزار برای تحقق امیال شوم حکومت بیش نیستند. ما گفتیم یک حکومتی بیای که این حکومت هم وضعیت فعلی را مدیریت کنه که بحران بدبنی به بدترین حالتش رسیده، هم بتونه برگزاری انتخابات به یک شکل مدیریت کنه. و این سیستم البته بازم تکرار میکنم، ما گزینه های دیگه هم داریم در کنار دیگر گزینه، این گزینه را ما پیشنهاد کردیم در کنار از این که انتخابات مدیریت میکنه و جایگاه نادها و شخصیت های حکمی سیاسی را تعریف میکنه، حداقل یک بعضی از مفاد قانون اساسی افغانستان به ویژه از ماده 64 به این حکومت موقت به سران ازی تعلق پیدا کنه و اینا بتونن به یک شکل بستر از لحاظ عینی و ذهنی بستر انتقال مسالمت‌آمیز قدرت مساعد کنن. من کنه تاسو سره په نورو گزینو باندې بیره ګرځم، مدد سره د دی به طرفه اداره را منستکول او هم د ټاکنو د بحران د مدیریت لپاره چم د ولسمشر ټاکنې مدیریت کې، او هم دغه د پارلمان ټاکنې چوډول د بونبس او بحران خاطر روان دي دغه مدیریت کې څومره قانوني چوکاټ کې ځای کې دغه باس؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته، سلام که یعنی سیب تا تلویزیون در نو محترم و لیدون کو تا. وعلیکم السلام. کله چې له قانون څخه خبرې کوو او حقوقي اصول د موجوده حالت لپاره راخلو بیانوي، نو بیا دې وی خبرې ځای هم نه پاتې کیږي. دا په دې معنی چې تاسو د 1993 کال د ریاست جمهوری د لانجمنو ټاکنو وروسته له اساسي قانون څخه بهر یو نظام لري، یعنی موږ دا څلورم کال دی چې د اساسي قانون نه بیرون دی یو نظام لخوا اداره کیږو. بنا اندلته قانوني انتخاب نشته، جمهور رئیس د یو اساسي قانون مطابق د انتخاباتو څخه راوتلی جمهور رئیس نه دی. څوک چې د سره د اجرایه رئیس په نوم په قدرت کې 50% شریک دی، هغه په اساسي قانون کې هیڅ ځای نه لري. کم حکومت چې دوی رامنځته کړی د ملي یووالي تر نامه لاندې، هغه د اساسي قانون په هیڅ ځای کې ځای نه لري. بنا ان تاسو عملا شاوخوا یو شل ورځې کم څلور کاله کیږي چې په افغانستان کې د اساسي قانون نه یو بیرون نظام دی، یعنی د اساسي قانون په چوکاټ کې تعریف شوی نظام نه لري. اوس نو لاره څه ده؟ د حقوقو نه قوتو، د قانوني چوکاټ نه قوتلو، اوس خو په خپل سره روان دي. ټول خو جمهور رئیس یو خپل سره جمهور رئیس دی، اجرایه رئیس
یو به تعریفه چوکی کې ناس ده همداسې حکومت یې همداسې رامنځته کړی او دا ټاکنې چې مثلا تاسو وګوري دا اساسي قانون درات یا اومه ماده حکم کوي چې په سلور نوې کال کې ولسی جرګې ته ټاکنې شوی وي چا ونه کړی چا پښتنه وکړه خو اساسي قانون خو نشته کوي خدا خلق باید مسؤول وي او چاتر پښتنه کړی وي لا خل دې خپل حیثیت شرمېدلی وي چې موږ د دې ملک واکه په لاس کې لرو ټول د قانون سره سم امتیازات اخلو دولت په وګو سپاریو خو هغه مکلفیتونه چې د دیولس او د دی وطن په اداره کې مونږ تراجی دي هغه یو ملسر ترسو یو ته هم توجه نکو ما امتیازات دي راخلی جبونه ډکې او خارج ته انتقالي نور هیڅ شی په دې ملک کې د دې ملک لپاره نشته امنیت ورځ تر بلې خراب اقتصاد ورځ تر بلې خراب قانون کاملا مات کړی او جوول استا چوله اوس نو خلق څوک دغه ملي ائتلاف په هر صورت چې را مېسته شو هر څه دی په هغه موږ باس نکو ولداد د یو تعداد خلکو نام متشکل دی په دې وطن کې چې دوی هم مجبور کړی دي اوس دوی چې غواړي یو په اصطلاح یو نوې گزینه رامنځته کی دوی هم د مجبوریت رامنځته کی کچېری اساسي قانون حاکم وای کچېری دوی خپل سره نظام نه وای چلولې کدی دي سلور کاله فرله پسې قانون نه وای مات کړي نن به اوس موږ دې ائتلاف ته ویل شو او تاسو څوک استی چې د اساسي قانون نه ودول کوي دوی چې اوس څغواړي هغه څغواړي چې نور په فاکړي مثلا دلته دوی د کمیسون بدل غواړي یا دا چې دوی د حکومت بدل غواړي دوی خو مخکې وویل چې چون منګه د داسې یو حالت سره مخامخ یو چې واک یا د حکومتي اداره د داسې کسانو په لاس کې ده د دولتي اقتدار د داسې اشخاصو لاس تلویدل چې په مافیایي او مفسدانه شکل استعمالي او عملاني استعمالي تاسو ویني کله چې دوی هیڅ قانون ته اعتنا نه لري دغه واکمن خلک چې په حکومت کې ناس دي یا په دولتي نظام کې ځای په ځای دي هر څوک چې دی پورته را نیولې تر چیټه پورې کله چې دوی یو قانون ته اطاعت نه کوي اوس څه ضمانت شته چې دغه د څلور کال ټاکنې وزنډولې څلورم کال کې اوس ټاکنې کوي هغه په خپل ځل کوي تا به زر رای وړي هغه به لاس نه وړي ستازر استاچی هغه په لاسو کامیابی بیا دې سره څه کوي خدل د بهتره قانون ته تابع نه دی یو سوال دلته چې دا به طرفه اداره به سره کمره مې سکل شي یو سوال خپل اصول مثلا کچره د ملي ائتلاف نه خبره وکړو په دې ملي ائتلاف کې هم دغه کسان شته چې هغه په واک کې عملن شریک دي او د ملي یوالي حکومت یو برخه دي نو څوک به موږ پیدا کو چې هغه یو به طرفه اداره او سی وغه دی بیا د انتخاباتو بهرند د پټه کې کیږي وګوري هر څه په اصول حل کیږي په افراد نه حل کیږي یعنی شخص یو څه نه حلی بلکې دا اصول دي چې اشخاص دا غونه په اطاعت کې بیا مجبوریږي یو اصولي کار وکړي کچېره موږ اصول وضع کړو او اصول مو تطبیق کړو دا څه نه چې بیا هغه نه سرغړونه وکړو بیا موږ دا ټول کاغه منزلونه سمولې شو اوس څنګه چیرې دا څنګه په دې کې چې موږ اصول لري څو ورته اطاعت نه کوي یعنی اشخاص خود سری دي حکومت خود سره دی مشران خود سری دی چلون کی خود سری دی قانون ته اطاعت نکي کدا ملي ائتلاف وای چې منګه د یو اصول په چوکاټ کې داس یو اداره را مېسته کو چې د دې ټول قانون شکنو ته د پای ټکی کېږو او منګه د قانون اطاعت پیل کول یو زاینه اوس خود قانون نه اطاعت نشته ټول خپل سری دی بله لدې لهدا دا یو فرزای خبره ده دا منطق لري منطق په دې کې دی چې موږ به تر څو به قانون روانو خو راځي چې یو ځای نه خو قانون ته اطاعت شروع کو اوس د دوی پیشنهاد دا دی چې د دې لپاره چې موږ یو قانون مان نظام خاون شو دا نظام خو قانون مان نه دی خو قانون یې مات ک په خپل سر ناش چی څور سره کې ک قانون مان نظام غواړي نو یو ځای نه به اصول وزکه او په اصول به رفتار شروع کړي چې یو ځای ته ورسیږي نو لږی اړخه کچېره اوس مثلا فکر وکړه چې د ائتلاف هم دا کارونه کوي خو دوی دا ولسی جرګه هم دا سره منځ ته کوي چې 50% به سره یې شلي مونږ کال ته زو مثلا د ریاست جمهوریت انتخاباتو ته هلته دی بیا ډنګې په واګه قانون ماته یې هم دا کار کوي چې کړه دې د څلور کال کې پنځم کال کې هم شپږم تر څو چې ژوند دي هم دا قانون ماته ونه او ځان په قدرت کې په زور ځای اول دي نو دا به تر څو پورې دا ولست تحمل کوي او د دې ټول به څوک ور کوي بی کفایت ترین فاسد ترین اشخاص را وجې درته کې نه یې ملک پر ورانه یې چې تحمل کاوه هر ورسته په ملک ویني د وینو سیلاب جاری دی مسولین دي ناس دي غنجي خدانو بل اخرت څومره تحمل کوي نور د تحمل نه وتلې د خبره ولس مجبور دی دا ائتلافونه یا هر څوک چې مدني ټولنې دي سیاسي ګوندونه دي دا ټول مجبور دي چې د خپل وطن د نجات لپاره د خپل ولس د نجات لپاره او د قانون ماتونو
بهیر ته د پای ټکی هودل لپاره ولاره اوسه دا یو احتمالي لار ده یو له هغه لارو نه ده واخی یو د هغه لارو نه ده چې کېدل شي موږ دغه موجوده نابه سامانه او د کنټرول نه وتلې او د تحمل نه وتلې وضعیت پای ټکی کېږي بل لار نشته څوک قانون موجوده حکومت ماته یې نیمانی او د قانون نه پسو استفادې خپل ظالمانه او نامشروع قدرت ته دوام ورکي بنا انه لس مجبور دی چې دیتا د هل یو بدیل لاره ولټي یو لاره د بدیلونو داده چې موږ باید د دولت خلق سره کینی په یو ادارې توافق وکي داس یو اداره چې هغه کوګ تعداب لکه په خواچ کې کودل شو دی او موقت ادارې لخوا په بون کې او ترنه نه کوګ راغې نه من سره هغه تجربه شته من دا ځل بعد د هغې نواقصو ته په کتو داسې یو نظام ته آداب کیږدو چې هغه موږ یو قانونمن نظام ته له دې نابسامانه وضعیت نه د همدې پر انتقال کړي د همدې پر امکانات تاسو سره راګرځو چې دا څومره ممکنه ده او هغه څوک چې د حکومت سره په خلاف کې دي او هغوی بدیلې لارې چارې پیشنهاد کوي هغوی څومره له اصولو سره سم مخ کې ځي راګرځم تاسو سره په دې باندې کیني صاحب تاسو نورې ګزینو باندې هم بحث کوو چې د ملي ائتلاف سره نورې ګزینې هم شته کېدای شي چې د بلګې په توګه ځینې نورې ګزینې هم وایي ما صحبت های جناب احمدزاده صاحب تایید میکنم واقعا درست فرمودن ببینین رژیمی که بنیادایش بر اساس تقلب بنیادایش بر اساس ارزش های غیر دموکراتیک گذاشته شده است رژیمی که به ابتدایی ترین خواست های شهروندان تا این دم کوچکترین تمکین نکرده رژیمی که با آمدن خود باند مافیایی که با آمدن خود تمام مفاد 162 ماده قانون اساسی را به حالت تعلیق قرار داده رژیمی که در کنار از اینکه به حالت تعلیق قرار داده جناب احمدزاده صاحب خودشان اتحادیشان آمار ارائه کردن که بیشتر از 58% مفاد قانون اساسی را خود هم سردمدار باند مافیایی متلاشی شده ارگ و همکار نامشروعش سپیدار نقض کرده چگونه میتوان اینا سیانت کنندی یک روندی باشند که این روند تعیین کنندی یک زعامت مشروع و قانونی را بتونه حداقل در پی داشته باشه اینا در بخش تامین امنیت مطلق ترین ناکام بودن اگر 4 سال پیش مخالفین مسلح در 15% جغرافیای افغانستان تسلط داشتن امروز بیشتر از 70% است اگر دیروز مخالفین مسلح توان گرفتن ولسوالی را دارند امروز با تاسف بنا بر ناکارآمدی بنا بر تعلل و مسامی همین باند مافیایی متلاشی شده یک دروازه کابل محاصره کرده اگر دیروز فساد اداری بسته 5 میگرفت امروز با تاسف در ارگ و سپیدار به مرکز که میشنکاری ما بدل شده ارگ به مرکز توتی به مرکز دوزیای مافیایی ما بدل شده بنابراین مبنای باطل بر باطل باطل است اینها نی اون اعتماد که می باید بالایشان در امر برگزاری انتخابات میشد اون اعتماد از دست دادن اینا در بخش نمایندگی از مردم افغانستان نمی کنند مشتی از المنت های نامطلوب هستند که فقط به یک مسئله فکر میکنم آن هم دوزی برای خود و روان کردن به خارج از کشور ما گزینه های دیگه داریم شما در آینده نزدیک انشاءالله شاهد تبیین و تشریع و همگانی نمودن برنامه ها و گزینه های بعدی ما خواهید بود ما در تمام بخش ها برنامه ها اسلوب ها و روش ها مثلا گزینه نوری خب ما اول سعی میکنیم با توجه به ماده 35 قانون اساسی 36 قانون اساسی افغانستان که حق تظاهرات با ما داده ما سعی میکنیم از منفذ های دموکراتیک مطالبات مردم افغانستان به گوش کسان سکانداران مافیایی و متلاشی شده ارگ برسانیم اگر قبول نکردن ما مجبور هستیم به گزینه های دیگر دموکراتیک همان ایجاد حکومت موقت همان فشار آوردن بالای متحدین نامشروع از اینا که فشار بیارن اینا منصرف شن و یک تعداد انسان های دلسوز به خاک بیایه یک تعداد انسان ها بیا که دقیق خشاوندی فکری به خاک داشته باشه ایجاد حکومت موقت یا ایجاد حکومت موازی ما موازی ببینین موازی ما مجبور هستیم تن به ایجاد یک حکومت موقت اگر خواسته های ما یا برآورده خواسته های مردم افغانستان نکنه ما مجبور هستیم اینا ببینین به اساس همین حکومت هم در اصل موقت بود اینا به 2 سال وظیفه داشتن که 5 کار کلیدی را انجام دادن یک قانون اساسی افغانستان تعدیل کنن تذکری بر غیر توزیع کنن انتقال مسالمت آمیز قدرت مساعد کنند و قانون انتخابات سیستم انتخاباتی را تعدیل کنند و در این حال بیاین به شکل درست وحدت ملی را تمثیل کنند در 5 وظیفه کلیدی که بیا سپرده شده بود در طول 2 سال انجام ندادند
بعد دو سال این تساهل که جریان ها ائتلاف ها و مردم افغانستان در امر حضور از اینا در قدرت کردن، از این تساهل، از این اعتماد، از این از خودگذری استفاده سو کردن، ما دیدیم که کارت به استخوان رسیده. امروز نان از دسترخوان شهروندان را بوده شده، مردم ما به خاطر نان جان میدن. این بدترین حالت است. من فکر میکنم تحمل این مشت نامطلوب، این فاسدین بالفطره در ارگ، در سپیدار، به مفهوم شریک شدن به خیانت، شریک شدن به جنایت این خائنین است. حضور از اینا در قدرت به مفهوم معامله به عزت و شرف این مردم که 30 میلیون تن به خاطر دفاع از عزت و شرف احساس شدن و 2 میلیون قربانی دادن، به مفهوم معامله به 2 میلیون شهید کشیدند. در حال رپار اگر دست مدد کچری په بدیل لار باندې خبرې کو او د ټاکنو لپاره چې موجوده کم تیاری او چمتووالی نیول شوی، د خبره د رایپانو تر چاپه پورې رسیدلې چې په میلیونو ډالر پاغه باندې مصرف کیږي، د نوم لیکنې بهیر باندې چې پاغه باندې مصارف وشول، او یا اوس چې ټاکنو کمیسون په دې باندې اخته ده چې لنډمهالي کارکونکي و ګماري په دندو باندې، دا دومره مصارف چې تر اوسه پورې شوي دي، اې دې سرنوشت کیږي چې بیا اوس موږ په دومره لنډ وخت کې د ټاکنو لپاره په بدیل لارو شار باندې بحث وکړو یا فکر وکړو باندې؟ یو ګله چې زمونږ اتحادیه یا په اصطلاح د افغانستان د خپلوانو اتحادیه، حتی له دغه ائتلافونو او ګوندونو نه لرو، هغه دا ده چې موږ په 1993 کال د سرطان په میاشت کې کله چې جانکیری راغی او دا دوه کسانې کېنول او موافقتنامه یې پرې امضا کوله، موږ په هماغه ورځ اعلامیه ورکړله چې د افغانستان خلکو تاسو باندې دوه ناکامترین انسانان بهرنیان حاکمی، 15 کاله سرنوشت خو متبار شو، د راتلونکو 15 کلو غم مو اخري، ولی دی خلکو د زمون غک مون سره بدرګه نه کینم، دغه ګوندونو مساسو غک وانه کاملا اوس دغه ائتلافونه، کاش کی هغه ورځ زمون غک دی اوریدلای وي، کاش کی یو کال د مخه، یعنی دوی هم ډیر ناوخته کړي وګوري، کاش کی دغه ائتلافونو امغه اول کال کله چې ما او ته مثال راوړ، ما ورته ویلی وګوري دغه دوه کسان چې د دوه ټیمونو مشرانو دی په 50000 ناظرینو درویش در صندوقونه کنټرول نکړای شو، دی څلور سو نه سل به زره کیلومتر خاور د افغانستان په دې بحراني حالت کې نشي کنټرولولای، تباهی ته موبیای، دا هغه ناکام مشران دي چې د هیڅ شي ورتیا نه لري، تاسو په دوه څنګه باور کوئ چې تاسو ملک دې 15 کاله دوی رهبری کی؟ یو سوال جواب نه پات شي، خدای یو سوال ډیر لاند راته جواب کی شي، اوس سلام شو چې دا ګوندونه راپورته شوې دي، دوی خو هم مجبور شو وګوري، موږ حواله ورسولې چار اثر امرایي و نکړه، نن ټول هغه څه چې موږ څلور کاله په خوا ویلې، نن ګوندونو هم دا احساس کړ، ټول دا احساس کړ چې موږ د دوه ناکامو انسانانو په لومه کې لوېدلې، په قدرت کې د شاملېدو خبره و، هر څه چې هغه بنوست د دې دلته په دې میز بحث کولې چې یا دوی امید لري په قدرت کې شاملېدل او یا نه لري، یا دغه څه چې اوس ورته ملموس شو هغه وخت ډیر ملموس نه وو، دوی غوښتل تجربه یې کې امتحان یې کې، مونږ خو ول چې ناکام دي، شاید دوی سره ناکام نه وو، دوی ولیدل چې عملا ناکام شي، اما په هر حال ټول هغه خبرې به سره پرېږدو، اوس خو څلور کاله له هغه ورځې ووتل چې مونږ ول دوی ناکام دي، چا دومره زیات په دې باور ونه کړ چې دا به ناکامي، دوی فکر کول کامیاب مشي، خیر ولس په مجموع کې سیاسي نو مدني ټولنو یا جرش ملي افغانانو دې دوه مشرانو ته چانس ورکړ چې تاسو په منګه د خپل نسخه عملی کړئ، چې تاسو موږ چیرې بیاي، او چې څلور کال هڅه دوی د نسخه د عملی کولو ووتل، ټول ولس اوس دا احساس کړل چې دا رښتیا ناکام دي، دوی غواړي موږ نور تباہي تبسي بوزي، دغه کسان چې نن راپورته شي، یعنی که وخت راپورته شي وي زموږ تلفات په دغه تشو وسوای کنه، دغه میلیونونو ډالر باندې ځای کېدل او له بده مرغه وځایش له لدی وژنه کڅه هم نا وخت شوی دی، خو کاملا فرصتونه لاسه نه جتلی، دا چې اوس موږ پرېږدو دغه 2 میلیونه ډالر او دا پانه چاپ شي د انتخابات وشي او بیا د یو نامشروع لارې نه نامشروع مافیایي کسان په دې ملک حاکم شي، یو ولسی جرګه چې 15 کال وخت او 8 کال را باندې حکومت وکبل به جوړه کې شل کال براته ناسي، نور غل برای شي د دې غلو په ځای به کې حل را رسید، حل را راګرځم تاسو را حل را باندې جم تاسو راګرځم جم باندې کې بمدا حل را باندې راځو کني سب تاسو حل را څه بولای ډیر نن راته وای رایال ایز که با این سازکارهای
کمیسیون‌های انتخاباتی و باند مافیایی متلاشی شدی ارگ و همکتای نامشروع سپیدارش نمیتوان شما یک انتخابات شفاف که متضمن خواسته و اراده شهروندان باشد برگزار کرد. اگر با همین سازوکارا شما برگزار کنین، برگشت به دهه 70 به مراتب بهتر از دهه 70 خورشیدی خواهد بود و عزت و شرف مردم افغانستان در میادین بین‌المللی فروخته خواهد شد و شما میباید دیگر بعد از این دسترخوان کمیسیون‌های انتخاباتی و دسترخوان دموکراسی دسترخوان روندهای مردم سالار از کشور جمع کنیم. رایل است که تا این دم اینا فرصت از دست دادن، شما گفتین ما تعلل نکردیم، ما در اولین روزها صدای خدا بالا کردیم، 8 ماه پیش ما مسئله با میتریک شدن مطرح کردیم، 8 ماه پیش ما حضور نظارتی گفتیم که جایگاه جریان ها احزاب سیاسی در امر نظارت از برگزاری انتخابات تثبیت شود، یا نکردن یا فرصت اخبار ائتلافم زین کسان دی چی په حکومت کې شریک دي د حکومت لمه ناراضي د حکومت مخالفت این این دغه بدترین این به معناست که تیم سپیدار و ارگ انقدر یک کتوزی کرده که نزدیکترین افرادی که در حکومت هستن ناراض هستن. این بیانگر عزیز که حکومت به طرف یک دیکتاتوری اندیشای موسولینی و استالین در حرکت است که به ابتدایی ترین خواسته های متحدین خود لبک تا این دم نگفته و این موجب شده که همو کسایی که عدالت خواستن بیان به بیرون صدای خود با آدرس اپوزیسیون بکشن. من فکر میکنم در امر متحد شدن در امر ملت شدن یک گام بسیار ارزنده است که اتحاد ائتلاف بزرگ ملی افغانستان شکل گرفته در حال اهداف کاملا ملی. این یک امر کاملا ستودنی است و باید این امر سعی کرد که فربی ساخت. او مدرسه تاسو ده لارې پتو کې چې تاسو نه پاتې دي په ډیرلند راته وای بل هیڅ لار نشته غیر له دې چې موږ دغه څلور کلن ناکام حکومت ته نور د وخت ضایع کولو چانس ورکو. دا لار نه ده، یوازې نه لار هم دا ده چې د دې حکومت په بدیل فکر وشي، د بدیل فکر وشي. بدیل هم دا ده چې موږ د قانون حاکمیت له ځای نه پیل کو، او هغه دا چې د دوی په واسطه موږ د قانون حاکمیت نشو پلی کولای. بنان باید د دې ولس خلک کینی، د دې وطن مشران کینی، او لسره یو قانوني تعداد دی ملت ته جوړ کی. موجوده قانوني تعداد کاملا لبینځتلې، موجوده اساسي قانون سلور کاله کیږي چې تعلیق په حالت کې دی. بنان موږ دا اوس په یو داسې نظام کې قرار لرو چې د اساسي قانون نه بهر دی. بنان یوازنی لار هم دا ده چې د ولس مشران او دا وګړي سره کینی او په دیموکراتیکو اصولو باندې توافق وکي، قانوني اصول وضع کی، او د هغې لار نه زمینه د دې مسایده کې چې دلته یو قانوني نظام حاکم شي. یعنی سب وخت خلاص ده. فقط اگر اینها به خواستهای دموکراتیک مردم افغانستان و ائتلاف بزرگ ملی تمکین نکنند، یگانه راه حل به گفته جناب مدزای صاحب ایجاد یک حکومت موقت با یک قاعده وسیع سیاسی با حضور نخبگان سیاسی فرهنگی اقتصادی جامعه مدنی افغانستان. کور مدان چرا په موضوع مرسته باسته که گرامی لیدون کرده است. مدیرمان چه تردید موضوع ملتیا کولا تربیامو الله ملشه.